نه یک بوته که بنشانم، نه یک خوشه که بردارم، نه بر جا مانده بر روی زمین بذری که بچی. هیچ. میخوایم زراعت بکنیم، آه در بساط نداریم، نه دانه ای، نه بذری، نه بوته ای، نه خوشه ای. سراسر گنجه و انبار و پستو را به دقت زیر رو کردم. در انبار محبت دانه ای جستم، یک تک دانه در انبار محبت ما پیدا کردیم که حالا باید با این زراعت کنیم. با دانه محبت چی زراعت میکنیم؟ زراعت عشق. ببینیم محصولش چی. سراسر جنجه و انبار و پستو را به دقت جستجو کردم، در انبار محبت دانه ای جستم که آن را در حریر ابر خیساندم و در رویای یک گلبرگ باران دیده گنجاندم و در جهواری اندیشه پروردم و آنگه در هوای تازه گرداندم و در باغ غزل کشتم و در گلخانه الفاظ رویاندم. یکی بود و هزاران شد، هزاران بیشماران شد. یک دانه محبت بکنید، در کدام بازار سهام میشه یک دلار سرمایه گذاری کرد هزارها صدها هزار دلار برداشت؟ میشه؟ این وام گرفته شده از شعری از عالی جناب مولوی: برخیز و دهل میزن بخشی کان ماه پدید آمد، برخیز به میدان رو، رو جانب مهمان رو، که از راه بعید آمد، غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی، یک دانه به دو دادی، صد باغ مزید آمد، یک دانه میدی صد باغ تحویل میگیری. این رازه تجارت یا زراعت با عشق. واقعا گاهی یک ارزن محبت چشزار عظیمی محصول به شما میده. امیدوارم استعداد این کار داشته باشید. واقعا در کدام بازار سهام؟ نه این آقای مادوف کل ثروتش میریخ رو هم، 10,000 دلار نبود، واسه گرفتن انداختن زندان 57 میلیارد دلار زبان بسته پول مردم در نزدش بود. شرکت چی بود؟ شرکت هرمی درست کرده بود و کلاه برداری. به 150 سال زندان محکوم شد. چه رای دور میریم؟ آقای توکلی، احمد توکلی، دکتر احمد توکلی، رئیس کمیسیون مالی و حسابرسی مجلس، اعلام کرده که دولت احمدی نژاد 168 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ایران رو جارو کرد. اینا یک دلار هم نگذاشتن. 168 میلیارد دلار جارو کرد. چی بادی وسط محاکمه بشه؟ مسبب نه به نظر من. بالا دستی ها، اونایی که تاییدش کردن، اونا هرچی که کرد، هر عملی انجام داد، اونا با صدای بلند کار عمل او رو تحسین کرد، ستودند، تقدیس کردن. به نظر اونا هر نجیب زاده خودش میره به دادگاه معرفی میکنه، میگه آقا مقصر منم، منو محاکمه میکنه، هر نجیب زاده ای در دنیا. اما از این روزگار، اما حکومتی که روح زمانه رو نمیشناسه. یادم باشه امروز بیشتر درباره روح زمانه وقتی میگیم، چه میگه هگل فیلسوف بزرگ؟ میگه زیت گیست، زیت یعنی زمان، گیست یعنی روح، همون گوست انگلیسی، روح زمان. میگه اونهایی که روح زمان رو دریافت نمی کنن، رهبران، شخصیت هایی که سر و کارشون با تاریخه، اینا خودشون رو ضایع میکنند. نه تنها خودشون،
سرزمین خودشون رو ضایع میکنن، تاریخ رو ضایع میکنن، روزگار رو ضایع میکنن. هر کی در سمت درست تاریخ نایسته ناچاره، ناچاره هول وحشت تاریکی رو بر خودش و بر جامعه خودش و بر ملت خودش مستولی کنه. هر کس که روح زمانه رو دریافت نکن. حکومت های امروز در خاورمیانه بر سر کارن که هیچ تناسبی با روح زمانه نداره. و همین لحاظه که امروز در بخشی از خاورمیانه اون چی که جریان داره یک جهنم سیاله، یک جهنم سیال، اندیشه و افکار شیطانی، ابزار کارشی، حالت قتاله و کشتن، هم تاکتیک هم استراتژی. عجیبه، انسان رسته به جایی که کشتن دیگران شده هدفهای سوگرجیش، هدفهای راه بردیش. نگاه کنید به اون چی در سوریه میگذره، هر دو طرف، فقط یک طرف نیست، هر دو سوی معادله. یا اون چی که در افغانستان میگذره، اون چی در پاکستان، این نشون میده که برخی دولت ها در سمت درست تاریخ نایستادند، روح زمانه رو دریافت نمی کنند. دولت عراق نمونه زنده است، به این روزگار تعلق نداره، متعلق به یک روزگار گم شده است. برای همین امروز ارواح دارن در این سرزمین حکومت میکنن، سرزمینی که بمب جان شماری از اتباعش رو میگه، چکه هیچ کس هم نمیکسه. هیچ اقدامی دید از ناحیه دولت صورت بگیره برای اینکه به شکلی این همه عملیات تروریستی رو مهار کنن؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دست خودشون در کاره، خود اونها نقش چاشنی باب رو بازی میکنن. خب حالا بیشتر در برای صحبت میکنیم. اجازه هست که قلبم برات چراغونی کنم، پیش نگاه عاشقت چشممو قربونی کنم، اجازه میدی تا ابد سر بذارم رو شونه هات، روزی هزار دفعه بگم بگم که میمیرم برات، اجازه دارم به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگن همیشه تو فال منی، اجازه میدی که بگم حرف ترانمون تویی، دلیل زنده بودنم درد دارم به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگن همیشه تو فال منی، اجازه میدی تا ابد منتظر تو بشینم تو خواب و رویا خودم و همیشه با تو. اجازه هست که جاز می‌دی که بگم با تو به آسمون میرم، با توی آدم دیگم اجازه هست که جاز می‌دی که بگم بهشتم و ساختی برام هیچی به جز تو.
خب اما بریم بر سر بحث امروز خودمونم، یعنان عزیز و ارجمند و نازنین، بیم که دوباره در این روزهای اخیر بحث بر سر تاریخ در گرفت و حوادث مربوط به تاریخ معاصر اغلب بررسی میشه در گفتمان گفتگوهای روشنفکری، مثلا 28 مرداد و از این قبیل، و اینا بد نیست، این مباحث بسیار به نظر من لازم، بهترش بسیار لازم و ضروری است، اما باید الهم و فل اهم بکنیم، باید ببینیم که امروز چی در دستور کار ماست، امروز ایران ما به چی احتیاج داره. مثلا ماها که در بیرون از ایران به سر میبریم، در یه فضای آزاد زندگی میکنیم، بهتر قادریم قضیه رو تشخیص بدیم، بهتر قادریم، آزادی عمل هم داریم، در نتیجه میتونیم این مباحث رو به میان مردم بکشونیم، مردم رو وادار به مداخله بکنیم در سرنوشت خودشون. این همه نباید ما منتظر باشیم دیگران کاری انجام بدن و ما اون وقت بر پایه اقدامات اونها یا مداخلات اونها عکس العمل نشون بدیم. این به نظرم اصلا خوشایند نیست برای ما. ملتی صاحب فرهنگ، ملتی خودش تاریخ ساز بوده، بشریت و اومدیونه، بشریت به تو رو خدا به این آثار هگل نگاه بکنید، ببینید درباره ما چی میگه، درباره دوران اخامنشی چی میگه، ایرانی ها به کجا رسیدن در کار هم تألیف تاریخ هم مدیریت و رهبری تاریخ. تقریبا حکومتی که تشکیل دادن حکومت کامل بوده، مورد پسند شخصیت بسیار مشکل پسندی مثل هگل یا گوبینو، سیاستمدار و فیلسوف و متفکر بزرگ فرانسوی. به نظر او هم ایرانی ها نقش شگفت‌انگیزی در تاریخ داشتند. از این سفر میکنه به تهران، یه نامه نویسه به خواهرش که واقعا نامه خواندنی زیگه، آقا آمدم به مملکتی که درش خدا هست، زندگی هست، عشق هست، زیبایی هست، اومدم ببینم این مردم، مردم این مملکت و این سرزمین چی اندیشه میکنن، چطور فکر میکنن، چطور زندگی میکنن. عاشق ایرانی ها بود، البته اندیشه های نژاد پرستانه هم داشت، مثلا معتقد بود که نژاد آریا برتره، شاید بشه گفت که ریشه بسیاری از مصائبی که بعدا رخ داد و این افراطی‌گری ها به سمت راست شاید همین دستگاه فکری آقای گوبینو بود، دستگاه فکری او. ولی خب واقعیت هم نمیشه انکار کرد، حق با اونهاست، ایرانی ها نخستین گام رو برمیدارن در این که بتونن درست تاریخ رو فرماندهی و رهبری و معماری و مهندسی بکنن، جامعه شکل بدن که مقبول باشه، یعنی انسان هم از آزادی بیان برخوردار بشه، هم آزادی مذهبی داشته باشه، هم بتونه از امنیت برخوردار بشه، در سایه امنیت به رفاه برسه و قانون نگاهی برابر به همه اتباع و به همه شهروندان داشته باشه. بهتر از این مگر میشه؟ بهتر از این مگر میشه؟ از همه مهمتر اینکه دولت خودش خادم مردم بتونه، نه حاکم بر اونها، نه ارباب اونها. یه متاسفانه نگاهی که همواره حکومت‌ها به مردمان داشته، نگاه ارباب بوده به رعیت. این مناسبات ارباب رعیتی ایرانی ها برچینند، اونم در چه 2000 سال پیش. ایرانی ها خدمت بزرگی کردن و روان نیست که از اونجا به اینجا برسن، چمی که روان نبود که واقعا من
مصری ها از رامسس دوم برسن به مرسی. رامسس دوم به مرسی. میگم رامسس دوم واقعا خدمت های شایانی کرده به این مملکت و به این سرزمینی به نام مصر. یعنی اگر امروزه مصری ها درآمدی بالغ بر 13 میلیارد دلار درآمد از راه جهانگردی دارن، مدیون اونند، مدیون او. وگرنه قاهره، اسکندریه، شعتب، سودان، اسوان، اینا قبل جاهایی بودن شبیه بقیه شهرهای شمال آفریقا که نه کسی اونها سر میزنه، نه اعتباری دارن، نه اهمیتی دارن. چه دوزمانی اهمیت داده به این مملکت که بعد از چقدر میشه 3000 اندی سال از درگذشت رامسس دوم میگذره، امروز هزاران نفر مشتاقن در صف ایستادن که اوضاع مصر با حالت عادی برگرده، برن و دیدن بکنن از این سرزمین باستانی، از این آثار شگفت‌انگیز و حیرت بار. هگل به نظرم حرف شما نسبال این کرد. یعنی تمام کسانی که به سراغ تاریخ میرن باید نظرات رو خوب گوش بکنن. حرفی که میزنه بسیار سنجیده است. میگه آقا هیچ نابغه ای نیست در طول تاریخ ظهور کنه و برتر از پیشینیان خودش باشه. پیشینی ها هر کدام سنگی گذاشتن، هر کدام سنگی رو بر زمین استوار کردن، خشتی رو، ستونی رو زدن و بالاخره دوره میرسه به یک نابغه ای که رو این ستون ها تاق میزن و همه چیز به نام او تمام میشه. اما نقش پیشینیان رو نباید از یاد برد، نباید فراموش کرد، نباید فکر کرد که تاریخ از یه جایی شروع میشه یا به یه جایی ختم میشه. نه، این کلیسای دوم در کل میدونی ساختش حدود 700 سال به درازا کشید. 700 سال یه کلیسا رو ساختن، دیوار به دیوار، ستون به ستون، خشت خشت، محوطه به محوطه، محراب به محراب، تالار به تالار، برج های عظیم 157 پیداتون باشه. تا قرن 19 این بلندترین ساختمان دنیا بوده، تا قرن 19. بعدا برج های جدیدی ظاهر میشه، برج های اون رو میگیره، ولی با اون زمان تو قرن 19 157. امروز هم تازه هنوز یکی از بلند قامت ترین کلیسا و معابد دنیاست، فوق العاده است. این که میگم این شده عقده، حتما به شما بگم از نوجوانی که در اونجا بودم، اولین باری که رفتم به کلیسای کل بریدن، یه چیزی به من گفتن که اول باورم نشد، بعد رفتم مطالعه کردم درست میگن. ولی همیشه این فکر در من بود که چرا ما ایرانی ها این همه دستاوردهای خودمون رو ارزان واگذار کرد. آقا در این کلیسای دوم مقبره سه شخصیت خردمند ایرانی است که بشارت دادن، معروف هستن به سه پادشاه، تری کینگز یا دراکونی، سه پادشاه که در زمان تولد مسیح بشارت دادن در منطقه به ظهور مسیح و به ظهور عیسی به عنوان پیامبر. یعنی در واقع ایرانی ها سهمی دارن در سنت های عیسوی و مقبره این سه ایرانی، سه موقع ایرانی در اینجاست، یا گفته میشه در اینجاست، شاید هم افسانه باشه، ولی مدعی هم که سه مقبره، مقبره های مقابره سه پادشاه ایرانی یا سه موقع ایرانی در این کلیسای دوم. ما چه استفاده کردیم؟ دیگه هرگز ما در این زمینه پیگیر بشیم، کاری انجام بدیم. بالاخره ما سهمی داریم در مسیحیت، این خیلی مهم بوده برای ما، و همینطور سهمی داریم امروز در کلیسای کن، یکی از حیرت انگیزترین بناهای دنیا،
روزی 20,000 نفر از این کلیسا دیدن میکنن. 700 سال طول کشیده ساختش، از 1200 اندی شروع میشه، 1200 اندی میلادی میاد تا 1880 تمام میشه، نسل در نسل. سنگ روی سنگ گذاشتم، آجر روی آجر، خشت روی خشت، تا این بنا رو ساختن. پس این بنا متعلق به یه نسل نیست، متعلق به نسل‌های گذشته. تاریخ هم همینه، تاریخ هم همینه. هیچ چیزی از یک جا ابتدا به ساکن شروع نمیشه. این تاریخ روندی داره و در روند تاریخ در هر دوره گروهی ظاهر میشن، سنگ بنایی رو میگذاره و این کار ادامه پیدا میکنه. برسان کلیسای کن خیلی نمونه خوبیست، یا ورسای، قصر ورسای، یا لوفر، لوفر پاریس، موزه لوفر، این هم خیلی مهمه. دهه ها طول میکشه، صده ها، دقیقه ها چیه؟ صده ها طول میشن لوفر رو میسازن. آخرین سازنده لوفر که لوفر رو تکمیل کرد و هنوز هم البته ادامه داره، فرانسوا میتران بود که این هرم رو ساخت، هرم شیشه ای رو ساخت. یعنی نسل در نسل در پدید آوردن این اثر شگفتی امروز موزه است. بخشی از این موزه هم به ما اختصاص داره، یا به هنر و فرهنگ و تمدن خاورمیانه. خیلی مثلا بخش مصر هم خیلی مهمه، بخش ایران خیلی اهمیت داره. نصر را در سعیم بوده در اوائل که اینجاره میسازن، اکل به اکل، یعنی استاد به استاد در هر گوشه از اینجا سرگرم کار میشن و خلاصه این تبدیل میشه، این مجموعه به نمادی برای نمایش تمدن بشری. اما چطور میخواییم امروز روز وقتی بینیم به سراغ پدیده های تاریخی مربوط به گذشته همش با ابزار لیزری بریم اون دوره رو جراحی کنیم؟ نه بابا، اون دوره رو باید با ابزار خودش جراحی کرد، نه ابزار مدرن امروزی. اینه که محققین و تحلیلگران سعی بکنن. من یه موقع توصیه میکردم، میگفتم آقا وقتی بینید به سراغ تاریخ، خب یک با حسن نیت بینید، دو با سعی استد. اشتباه میکردم، نه با حسن نیت برید نه با سعی صد، بی طرف باید به سراغ پدیده های تاریخ رفت تا دچار اشتباه نشد. حتی احساسات رو باید به شکلی توی تاقچه گذاشت و اون رو در بررسی و برانداز کردن تاریخ دخیل نکرد، چون اگر احساسات هم دخیل میشد هم دچار اشتباه میشه، دچار سهو و خطا میشه. ما چگونه تاریخ رو نوشتیم؟ نگاه کنید به کتاب‌های درسی، چه در گذشته چه امروز. ما اغلب تاریخ رو نقاشی کردیم، یعنی چون دلمون خواسته تصویرش کردیم، رنگ‌آمیزیش کردیم. هر جام که دوره از تاریخ رو نپسندیدیم و نقاشیم با سیاه قلم، یعنی یک تاریخ سیاه و سوگوار رو نشون دادیم. پس به این دیدگاه و نگرش ما بوده، جهان بینی ما بوده. ما اغلب سعی کردیم جهان بینی رو دقیق بکنیم در تجزیه و تحلیل مسائل تاریخ. خوشبختانه این نسل مبراست از این خطا. آدم وقتی با دانشجویان تاریخ، طلبه تاریخ صحبت میکنه، امروز روز متوجه میشه اینا چه فاصله عظیم با ما پیدا کردن، چقدر پاک و پاکیزه تر به تاریخ نگاه میکنن. و این به نظرم بشارت خیلی خوبه که در آینده ما دوباره دچار خطا و اشتباه نشه. وقتی یه دوره تاریخ رو میبینیم باید همین معایب و محاسنش رو با هم ببینیم. هیچ دوره از تاریخ یک سر عیب نیست و یک سر حسن نیست، عیب و حسن با هم هر دو رو باید مشاهده کرد. یعنی این تاریخ مملکت ما دیگه هم نباید با آب رنگ این تاریخ رو نوشت، نباید این تاریخ رو نقاشی کرد، این تاریخ باید همون گونه که بود باید عرضه. تو کتاب های درسی گذشته هرچی امروز من مرور میکنم میبینم نشانی از داوری های هگل درباره تاریخ ایران نیست. آقا مگر میشه ما از این همه امتیاز صرف نظر کرده باشیم؟ یا نظراتی گربیدال راجع به ایران داره، یا نظراتی که آقای گوبینو راجع به ایران داره و بقیه شخص‌شناسا؟ من ندیدم اصلا هیچ جا، چون کتاب‌های درسی مهمه.
یعنی بچه ها از همون آغاز باید از نظر تاریخی اعتماد به نفسی پیدا بکنن، اول ببینن دیگران راجع اونا چی فکر میکردن. این خیلی مهم. چطور ممکنه که یه ملتی از حضور خودش در دستگاه مسیحیت چشم‌پوشی کنه؟ هزارها ایرانی در کنار این کلیسا زندگی میکنن، اغلب نمیدونن که آقا یکی از افتخارات کلیسای دوم اینه که گفته میشه در اونجا سه ایرانی به خاک سپرده شدن، یا مقبره سه ایرانی، سه مغ ایرانی در اونجاست. یعنی سه شخصیت روحانی زرتشتی که آمدن در منطقه خاورمیانه و بشارت دادن که مسیح ظاهر میشه. افتخار بالاتر از این میشه؟ ما نباید از این بول میگرفتیم؟ نباید از این امتیاز بزرگ بهره برداری میکردیم؟ نباید اعلام حضور میکردیم؟ نباید یک اثری از یک واقعیت که حفظ افسانه تاریخی، افسانه که ما نساختیم اونا ساختن، اگه افسانه هم باشه، در کتاب های درسی پیدا کرد؟ نیست. هیچ جا. خیلی تعجب میکنه. در عوض پرداختیم به چیزهای سخیفی در تاریخ که نه به درد دانش آموزان میخوره، نه به درد دانشجو رشته تاریخ. اغلب چیزهای لق و غیر لازم که حالا اگه اشاره بهش نمیشه اتفاق نمیفتاد، ولی چیزهای مهمی که باید بهش اشاره میشد متاسفانه جاشون امروز خالیست. یعنی صفحات سفید موندن، این صفحات باید پر بشن. ما باید این کار رو انجام بدیم این بعد، و این خیلی مهمه. امروز فرانسه، همه تصور میکنن فرانسه از انقلاب شروع میشه، آقا کی میتونه سهمش لوی چهاردهم، لوی کاتورز رو انکار بکنه؟ اگه شامه فرانسوی ها عوض شده، اگه این همه فرانسوی ها نسبت به شراب، نسبت به عد، نسبت به موت اظهار علاقه میکنن، ناشی از چیه؟ ظهور پادشاهانی مثل لویی چهاردهم، مثل فرانسوای اول، پادشاه دیگر فرانسه 1400 سال پیش زندگی میکرده، اینا بودند که مد رو، زیبایی رو یا زیباشناسی رو، استتیک رو، موسیقی رو، نقاشی رو، هنرهای تجسمی رو در این مملکت نهادینه کردن. نقش فرانسوای اول غیر قابل انکار، غیر قابل انکار. میگن این فرانسوی ها چی رو دزدیدن آوردن به فرانسه؟ مونالیزا، تابلو مونالیزا، یعنی اصل لئوناردو داوینچی. اصلا دروغ محضه. همین فرانسوای اول کسی بود که از لئوناردو دعوت کرد بیاد به فرانسه. لئوناردو چند تا اثرش رو زد زیر بغل، سفر کرد و آمد در پاریس، مقیم پاریس شد. در کنار چی؟ در کنار قصر پادشاه. میگن یه تونل فاصله بود بین اقامتگاه او و دربار، و پادشاه اغلب از این تونل عبور میکرد تا با لئوناردو دیدار بکنه و هم جر و بحث بکنه و سر مسائل هنری. یک چنین پادشاهی با این دیدگاه، با این نگاه، پادشاه درخشان، بهش میگن سلطان عصر رنسانس، عصر بیداری، عصر روشنگری. قطعا و حتی اینا سهمی داشتند، دستاوردهای تاریخی داشتند برای این مردم. فرانسه امروز 80 میلیون توریست داره که از این مملکت دیدن میکنن، میان به خاطر هوای خوبش، آسمان قابل اعتمادش. برای چی میاد به اونجا؟ جز جنوب فرانسه که حالا از نظر طبیعی مکان قشنگی است و واقعا فوق‌العاده است. خب اینا که بقیه، اگر این آثار تاریخی نبودن، اگر این شگفتی های هنری نبودند که امروز ما جا به جا در پاریس میبینیم یا در دیگر نقاط فرانسه، فرانسه چه ارزشی داره؟ 80 میلیون بلند شده بیان به اونجا؟ بگذارم وقت من تمام شده، بحث باید حتما دنبال بکنیم، باید دنبال بکنیم. اینا لازمه
دید ما رو تصحیح میکنه نسبت به تاریخ. یک سو نگر نیستیم دیگه، به طور جامع تاریخ رو برانداز میکنیم و چند تا دوچار سهو و خطا میشیم. میگم امروز دانشجویان رشته تاریخ در ایران خیلی بهتر از ما دارن گذشته رو ارزیابی و برانداز میکنن و سعی میکنن که گرد مطلق مطلق اندیشی نرند. تا دیداری.